بسیار عالی، ارتباطمون برقرار شده با آقای دولابی، کارشناس رسمی مالیاتی و امور کلاً مالیاتی و حسابرسی. اگر صدای بنده رو میشنوید، آقای دولابی عرض سلام داریم خدمتتون، حالتون چطوره؟ سلام، روزتون بخیر، سپاسگزارم، ممنون و ممنون از اینکه مجدد منو دعوت کردین، خدمتتون هستم. خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای دولابی، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. اگر که صحبت یا فرمایشی ندارین، با توجه به زمان کوتاه ما سریع بریم سراغ سوالاتشون. بزرگوارید خانم، من هم عرض سلام دارم خدمتتون. نه، فقط یه سلام میکنم به شنوندگان و اینکه یه اصلاح کوچیک هم بکنم. من کارشناس امور حسابداری و مالیاتی هستم. بسیار عالی، مرسی از این توضیحی که فرمودین. جناب آقای دولابی، شرایط جدید و حمایت‌های دولتی شامل چه کسب و کارهایی میشه فعلا در این شرایط که توش حضور داریم؟ عرض به خدمتتون، تا اونجایی که در حال حاضر فعلا اعلام شده، ما تقریبا حداقل 3 تا از این پلن‌های دولت برای کمک به کسب و کارهایی که به هر صورت ضربه دیدن از این ماجرای کرونا وایروس، 3 تاش بسیار معروف هست. یکیش که اون وام معروف 40,000 دلاری است که از طریق بانک ها اعمال میشه. دومیش اصطلاحاً ویج سابسیدی میگن، کمک هایی است که به کسب و کارها انجام میشه، کمک هایی است که به اینها داده میشه برای اینکه مجدداً اگر کارمندانی رو بر فرض لیاف کردن، اخراج کردن، دوباره اینها رو به کار بگیرن، یا اینکه اگر کارمندانشون رو دارن ادامه بدن و اونها رو اخراج نکنن. سومین برنامه‌ای هم که تا الان اعلام شده، که البته کاملا طبق معمول فقط کلیاتش اعلام شده است و جزئیاتش رو خود وبسایت کانادا، دولت کانادا هم، دولت فدرال هم گفته که تقریبا از نیمه های می جزئیاتش اعلام خواهد شد، در مورد کمک های برای اجاره های کسب و کارهای کوچک هستش که باز دوباره از این ماجرای کرونا وایروس ضربه دیدن و خسارت دیدن. بسیار عالی. در مورد همین موضوع آخر که فرمودین، این کسب و کارها و اجاره بهایی که باید پرداخت بکنن، با توجه به اینکه شرط کمک دولت این بود که اجاره بها تا سقف 75% اجاره بهای اصلی نگه داشته بشه و مالکین 25% تخفیف بدن، آیا به نظر شما عملا منتفی این قضیه؟ چون مالکین بعیده که از 25% خودشون بگذرن و خب طبق قانون میتونن مستاجر مجبور بکنه که اجاره بده به هر طریق. دقیقاً یکی از شرایطش، علی‌رغم این که من سعی کردم یک شیطنتی بکنم این رو بگم آخر و بگم که این اواخر اعلام شده که شما جزئیات از من نپرسید، من شرمنده نشم، با این همه عرض میکنم آنچه که تا الان اعلام شده است رسما و میشه حداقل در اختیار شنوندگان شما یا بینندگان شما قرار داد، راستش این هستش که همین که فرمودید کاملا درسته. یک اصطلاحاً بهش میگن rent reduction agreement. اگر این توافق نامه توسط صاحب ملک یا عرض به خدمتتون لندلورد اونر امضا نشه، عملا این کمک منتفی است. یعنی یکی از ما معمولا میگیم شرط لازم و شرط کافی. قبل از اینکه وارد شرط کافی بشیم، شرط لازمش این هستش که این توافق نامه حتما امضا بشه. و آنچه که تا الان اعلام شده، حتی یک مقدار شرایط سخت‌تر هم هست. میدونید، نمیگم شرایط سخت‌تر هست، جزئیاتی داره که جزئیات جالبی است. از جمله این که میگه برای 3 ماه عرض به خدمتتون، 3 ماه در پیش رو که از می شروع میشه این اتفاق میفته، نباید اجاره رو دریافت کرده باشن. اگر هم اجاره رو دریافت کردن، باید این قول رو بدن که یا برگردونن به مستاجر در صورتی که اون توافق نامه اعلام کردن و خواستن از اون وام. این یک لون در اصل یک وام است، ولی وامی که میتواند بلاعوض بشود. ملاحظه میفرمایید؟ بله. و جزئیات بعدیش هم این هستش که اگر، چون یک پوان هایی هم در نظر گرفتن، مثلا میگه که اگر شما اوردی گرفتین مثلا اجاره ای، چون بعد دیدین که اکثر مواقع اجاره در ابتدای ماه پرداخت میشه، بله، میگه شما برای ماه می ممکنه اجاره رو دریافت کرده باشید یا حتی پیش دریافت کرده باشید، 2 ماه 3 ماه هر آنچه که هست، یا باید وقتی که این توافق نامه رو امضا میکنید قول بدید که اون اجاره ها رو برگردونید مجددا به مستاجر، به این کسب و کار کوچک، یا اینکه برای ماه های آینده اونها رو مثل یک طلب، مثل یک کردیت باش برخورد کنید و
مواردی که حتما این حالت دومش باید مورد توافق طرفین باشه. جناب آقای دولابی، آیا احتمالاً با توجه به اینکه خب خیلی از مالکی ممکنه مایل نباشن 25% اصلا تخفیفی بدن به، یعنی از این 25% بگذرن، آیا فکر میکنید این احتمال وجود داره که بخوان این کارو بکنن که اون مالک تعهد بده که فقط تا سقف 75% اجاره بها رو خواهد گرفت و به این ترتیب 50% از دولت بگیره به شرط اینکه مستاجر 50% بقیه رو کامل پرداخت بکنه؟ اون وقت این کار غیر قانونیه و یا اگر هست چه پیامدهایی داره؟ اصلا عملا ببینید غیر قانونی است، یعنی شرط اولیه، اون کرایتریا، اون شرایط اولیه که جزئی از جزئی لاینفک این پلان هست عملا اجرا نشده و میت نشده است. لذا دقیقا یه کار غیر قانونی است دیگه، یعنی انگار که ما یه توافقنامه ای رو داریم خلاف آنچه که مقرر شده است داریم منعقد میکنیم. اساسا قوت خودش باقی دیگه نخواهد بود، میشه گفت از همین ابتدا این قرارداد لغو خواهد بود، چون باطل لغو هم نه، کلمه باطل شاید کلمه واژه مناسب تری باشه. نه، این اتفاق نمیفته. شرط اولیش عملا این هستش که اون میزان رو اساسا لندورد ها یا اونر ببخشه. جای مالکین محترم هم واقعیتش نیستم، ولی در شرایطی که واقعا یک کسب و کار کوچک ضربه دیده، خسارت دیده، باید انتخاب کنن که ببینن، چون خب به هر صورت شاید خبر خیلی خوبی نباشه، ولی تا این اقتصاد همه دنیا رو عرض میکنم، کانادا هم مستثنا نیست، تا این اقتصاد برگرده به حالت عادیش زمان بر خواهد بود. در خوشبینانه ترین حالت مثلا در ابتدای سال 2021 شاید خواهد بود. خب آیا یک لندلورد مثلا میتونه منتظر بشه؟ باید یک انتخابی بین بد و بدتر داشته باشه. به نظر من اونرها و کلا موجرها امیدوار هستم که سمارت برخورد کنن، هوشمندانه برخورد کنن و حداقل بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنن. بسیار عالی. ولی جناب دولابی، با توجه به شواهدی که هست، هیچ ابلیگیشنی وجود نداره یا هیچ فشاری وجود نداره بر روی صابخونه ها یا در واقع مالکین که بخوان اصلا این رو بپذیرن و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که از اونجایی که قانون مالک و مستاجر در کامرشال متفاوت هست با رزیدنشال، قاعدتا اونا توانایی رو دارن که اصلا اون آدم رو از اینجا در واقع حکم تخلیه بگیرن و بیرونش بکنن، درسته؟ بله، این انتخابشون میتونه باشه. این همون انتخاب بد و بدتر است. فرض بفرمایید در یک حالت واقعی بیایم یک مثال ملموس ارائه بکنیم. من همین الان سعی کنم تازه از مجاری قانونی اگر اقدام کنم ممکنه که خب زمانبر هم خواهد بود، زمانبر باشه، ولی به هر صورت این مستاجر رو از ملک بیرون کنم. خب بله. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اول اینکه باید ببینیم خود قرارداد چی میگه. مثلا میگه که با یک یا عدم پرداخت دو ماه مثلا دیگه قرارداد لغو میشه، باطل میشه و من میتونم حکم تخلیه بگیرم. بسیار عالی. بعد از اینکه حکم تخلیه گرفت، به نظر شما کدوم کسب و کار دیگری میاد جایگزین بشه؟ در این وضعیت اقتصادی که بیشتر کسب و کارها ضربه دیدن، کدوم مستأجر دیگری میاد و با تمایل بالا مشتاقانه میخواد بیاد اونجا رو مجدد اجاره بده؟ بله. نمیگم اصلا اتفاق نمیفته ها، ولی به نظرم در این شرایط همینطوری اون کسی که دنبال مثلا جا میگرده، دنبال یک مکانی میگرده که اجاره بکنه، همین الان سعی کرده که فعلا استاپ کنه ببینه که چه اتفاق میفته. بیشتر کسب و کارها ضربه دیدن. خب فرض کن یک نفر میخواد این جای جدید رو اجاره بکنه، به چه امیدی؟ بله. نمیخوام خیلی سیاه نمایی کنم، ولی احساس میکنم اگر موجرها یک مقدار واقع بینانه نگاه بکنند، باز همون عرض بنده است، فکر میکنم یک انتخابی باید بین بد و بدتر داشته باشن، یا اینکه اونقدر به لحاظ مالی اونقدر در شرایط خوبی باشن که بتونن صبر کنن و با طمأنینه و با حوصله بتونن چند ماه آینده مثلا بتونن از طریق مجاری قانونی بتونن از این تننت، از این مستأجر اجاره های موبقشون رو دریافت کنن. خیلی متشکرم جناب آقای دولابی. در همین موضوع پرسش دیگه که وجود داره اینه که با توجه به اینکه دولت یک سری جزئیاتی برای اون ویج سابسیدی اعلام کرد و بعد از چند هفته جزئیات رو تغییر داد و مبلغ بیشتری در اختیار صاحبان کسب و کار قرار داد و همینطور در امر وام 40,000 دلاری که یه مقدار گسترده‌تر کرد اون ویژگی‌ها رو راحت‌تر گرفت، آیا ممکنه در مورد این کمک هزینه اجاره بها هم در هفته‌ها و روزهای پیش رو دولت حالا با اغماز بیشتری نگاه بکنه، مثلا اون به جای اون 50% که به مالکی میده اونو در اختیار مستاجر قرار بده که مستاجر 50% دیگر خودش بذاره روش به صاحبخانه بده؟ آیا فکر میکنی همچه اتفاق بیفته در این مورد هم؟ من فکر میکنم، من هم اتفاقا خوشبین هستم به لحاظ این که ببینید اتفاقا خیلی دوست داشتم در مورد این کوتاه صحبت بکنم به طور کلی، نه فقط با تمرکز روی این
سومین پروگرام یا سومین برنامه حمایتی که دولت چیده، میخواستم به طور کلی عرض کنم که یادمون باشه که این دولت یا مثل همه دولت‌های دیگه چند صد 200 کشور هستن که به هر صورت از این ماجرا ضربه دیدن، نگران هستن، هم نگران سلامت هم نگران اقتصاد. پس یادمون باشه اصلا بحران یعنی این دیگه، مفهوم درست بحران یعنی همین. خب یک دولت باید سعی کنه هم اقتصاد رو حمایت کنه، هم مردم رو، وحشت مردم رو کم کنه، درد مردم در حالت ایمنی بالا باشن، سیف باشن از این بیماری. خب همه اینها با هم قرار انجام بشه، به هر صورت ممکنه یک قشر یا اقشاری ضربه ببینن، ممکنه مردمی، حالا چه کسب و کارهای بزرگ چه کسب و کارهای کوچک، ممکنه آسیب ببینن. دولت ها وظیفه‌شون به نظرم اینه که کمترین، یعنی این آسیب ها رو به چیز بکنن، کمینه بکنن و کمترین آسیب ها رو ببینن، حالا چه مردم عادی، چه حقوق بگیرها، چه کسب و کارها. خب پس به نظر من دقیقاً کلیاتی که ارائه شده، اینها منتظر فیدبک ها و ریاکشن حالا چه موجرها چه مستاجرها هستند. خب بله. طبیعیه، ممکنه که توی فاصله مثلا تا نیمه می، آنچنان که خودشون گفتن جزئیات رو اعلام میکنن، ممکنه تغییراتی در این اتفاق بیفته، ولی بعید میدونم این تغییرات بخواد کلی باشه. ممکنه کمی اغماز بکنن یا مثلا شرایط رو کم بکنن. یکی از شرایطی که شما اصلا بهش نپرداختید همین هست که میگه حداقل اون بیزنس، تازه یعنی اون کاری بله. که میخواد از این ماجرا استفاده بکنه، اگه درست یادم باشه 70% بله. بیزنسش یا درآمدش آسیب دیده باشه. ممکن اگر هم میخوان جزئیاتی رو عوض بکنن، مثلا اینها رو عوض بکنن. صحیح. خیلی عالی، متشکرم. و صدای دیگه سوال باقی مانده، یکی از این پرسش‌ها در ارتباط با کمک هزینه‌ای که هست که به دانشجویان قرار هست پرداخت بشه، حالا با افزایش گرانت‌هایی که بهشون داده میشه، اون حقوقی که بین $1,000 تا $5,000 در ساعتی که به صورت والنتیر کار بکنن در زمینه درمان و مبارزه با کووید 19، یک پرسشی که مرتب مطرح میشه اینه که این هست که آیا این کمک شامل دانشجویان بین‌المللی هم میشود یا خیر؟ واقعیتش دانشجویان بین‌المللی تنها، من یادم حتی آقای ترودو وقتی که آمدن اول CRB رو اعلام کردن و بعد دیدن که اول دانشجویان محلی، دانشجویان داخلی به عبارتی، و بعد دانشجویان بین‌المللی نگران این ماجرا هستن، گفتن که ما داریم کار میکنیم روی این برنامه و به زودی هم اعلام خواهیم کرد. آنچه که اعلام کردن در مورد دانشجوها، اجازه میخوام خیلی کوتاه اول به این بپردازم، بعد دانشجویان بین‌المللی رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. دانشجویان داخلی ظاهراً سه طیف رو در بر میگیره. من امیدوار هستم که بخشی از، حالا ممکن سوالهای شما که پتانسیالی نپرسیدید ناگفته، خود به خود پاسخ داده بشه. خیلی سریع کوتاه عرض کنم که کسانی که فارغ تحصیل شدند یا حالا فرض بفرمایید به هر صورت در حال حاضر دنبال مثلا کار میگردند، اخیراً از دانشگاه فارغ تحصیل شدند، کسانی که همین الان دانشجو هستند و عملا کورسی رو یا کورس‌هایی رو ثبت نام کردن برای یک ترم دانشگاهی، یا کسانی که پلان کردن، اصلا ممکنه که پذیرش داشته باشن از دانشگاه و پلان کردن برای اینکه در سپتامبر 2020 یک چیز رو، یک برنامه تحصیلی رو در یک کالج یا دانشگاه آغاز بکنن، اینها میتوانند از این کمک استفاده بکنن. این سومی که خدمتتون عرض کردم برای خیلی ها سوال بوده، بله. مثلا دانش آموزانی که مقطع 12 هستن، گرید 12 بودن و به زودی پذیرش رو هم گرفتن و از امید داشتن که سپتامبر 2020 کارشون رو شروع بکنن. بله، اینها شامل این کمک خواهند شد. حالا اگر اجازه بدید، اگر سوالی نیستش، من اینترنشنال ها رو ادامه بدم. بله بفهمید. بله بفهمید. دانشجویان بین المللی، ببینید یک جزئیات ظریفی از این بابت وجود داره. دانشجویان بین المللی مثل بخش دیگه از دانشجویان یک محدودیت ساعت کاری دارن که مثلا هفته 20 ساعت بوده. فعلا چیزی که دولت اعلام کرده، گفته که ما این محدودیت رو تا آخر آگوست فعلا برمی‌داریم، تا آخر ماه آگوست اینها میتوانند این محدودیت رو بگذارن کنار و بتونن کار کنن. فعلا تنها چیزی که، یکی از البته دو تا موردی که برای دانشجویان بین المللی دیده شده، یکیش اینه. دومین که میگه به طور طبیعی اگر واقعا الیجیبل هستن، حائز شرایط هستن برای برنامه CERB، میتونن این کار رو انجام بدن. یادمون باشه دانشجوهای بین‌المللی هستن که الان مثلا سالهای دوم سومش رو میگذرونن، مثلا ممکن از 2018 در کانادا زندگی میکنن. خب با همین ماجرای هفته 20 ساعت دارن کار میکنن و خود به خود میبینن که حائز شرایط خود همون برنامه CERB یا CERB هستن، یعنی شغلشون رو یا عمده شغلشون رو، درآمدشون رو
از بعد از فوریه مثلا از نیمه مارس از دست دادن، حداقل سال قبل 2019 یا در بازه زمانی 12 ماهه مثلا از 1 مارس تا انتهای فوریه 2020 5000 دلار درآمد داشتند و موارد مشابه. یعنی تمام حداقل ها یا شرایطی رو که برای CERB یک نفر باید داشته باشه، اگر یک دانشجو بین‌المللی هم واقعا داشته باشه میتونه اصلا برای CERB اقدام بکنه. آنچه که من توی واقعیتش توی وبسایت خود دولت فدرال کانادا خوندم تا الان، این دوتا حمایت برنامه، حالا حامی حمایت مالی یا هر چیزی که اکسپشو بگذاریم، فعلا برای دانشجویان بین‌المللی دیده شده. بسیار عالی. پس اگر دانشجوی واجد شرایط دریافت CERB باشه دیگه نمیتونه کمک هزینه دانشجویی دریافت بکنه یا هر دو رو میتونه دریافت کنه؟ اتفاقا تاکید شده در عمده اینها بجز کسب و کارهای کوچک که میتونن همزمان از یکی دو تا برنامه استفاده بکنن، اون سه تا برنامه که خدمتتون عرض کردم، در موردی که موارد شخصی هست اتفاقا تاکید شده که اگر شما برای CERB اقدام کردید دیگه برای دانشجویان برنامه حمایتی دانشجویان نمیتونید اقدام بکنید. اینم باز اسم خوبی براش گذاشتن، CESB گذاشتن. همه اینا با CE شروع میشه. هم متاسفیم هم خوشحال که پر از برنامه هایی که با CE کانادای امرجنسی شروع میشه داریم. بدیش به خاطر اینه که حالا این کرونا داره ما رو اذیت میکنه و خوبیش اینه که دولت داره نشون میده که حمایت میکنه. این برنامه اسمش CESB هستش، به عبارتی Student Benefit، Canada Emergency Student Benefit. یا شما باید برای CERB اقدام کنید یا برای CESB اقدام کنید. طبیعتا اگر دانشجویی برای CERB کوالیفاید باشه، به نظرم حائز شرایط باشه، خوشحال براش بهتر باشه که اون کارو انجام بده، چون اون 2000 دلار هست در صورتی که برنامه دانشجویان در حالت عادی 1250 دلار هست. بسیار عالی. دو تا پرسش خیلی کوتاه اگر بتونیم در این 5 دقیقه باقی مانده بهش بپردازیم خیلی عالی خواهد شد. یه پرسش این هستش که دولت فدرال CERB رو پرداخت میکنه، درسته؟ بله. و خب استان‌ها دارن تلاش میکنن که کم کم فعالیت خودشون آغاز بکنن. دولت فدرال هم گفته بود که تا 4 ماه این مبلغ رو پرداخت خواهد کرد در قالب CERB. در صورتی که مثلا استان کبک که گفته از ابتدای می یا 11 می شروع میکنه باز کردن بیزنس ها رو و همچنین آنتاریو برنامه‌شو داره طراحی میکنه، در صورتی که بیزنس ها در استان ها باز بشن، این کمک از این دولت فدرال قطع خواهد شد، درسته؟ اصلا برای این نگاه بکنید، اولا اینکه دولت فدرال همیشه احاطه داره بر دولت‌های استانی، یعنی وقتی یک برنامه یک پلان رو شما کشوری در نظر میگید به صورت دولت فدرال، اونها دیگه به نوعی مثل ساب سکشن های این قضیه هستن. یک دوم اینکه این برنامه CERB برای ماجراهای استانی است. فدرال بهش نگاه کنید، خیلی هم ساده است به نظرم، یعنی شرایط بسیار ساده ایه. فرض کنید استان آنتاریو دوباره ریوپن میکنه و دوباره میگه که کسب و کارها برگردن به کار. خب اگر بنده یا شما این نوعی بازگشت به کار داشته باشیم، پس خود به خود اگر شرایط CERB رو از دست بدیم، CERB رو از دست بدیم، خود به خود کوالیفاید نخواهیم بود و کمک دولتی هم نباید حساب کنیم. اما با اقماز آخری که دولت فدرال کرده و گفته اگرم حتی تا ماهانه 1000 دلار شما درآمد داشته باشید، هنوز می توانید از این برنامه کمکی 2000 دلار CERB استفاده بکنید. فرض بفرمایید در به نظر من یکی از بهترین سناریوها میتونه این باشه که استان‌ها شروع کنن دوباره بازگشایی کردن کسب و کارها، تقریبا به حالت عادی برگردن، بنده این نوعی مثلا دوباره آغاز به کار بکنم یا دوباره فراخوان بشم برای کار، یا بیزنسم رو اگر سلف امپلوید هستم، خیش کارفرما هستم، بیزنسم رو اندازی کنم. اگر حد اکثر تا 1000 دلار ماهانه درآمد داشته باشم، هنوز میتوانم از اون استفاده بکنم. در غیر این صورت اگر بره بالاتر، خیلی من دیگه حائز شرایط نخواهم بود برای CERB. بسیار عالی. پرسش دیگه هم که داشتیم، حالا اگر فرصت میشه که خیلی کوتاه پاسخ بدید عالی خواهد شد. دوستان پرسیده بودن شنوندگان در ارتباط با مالیاتی که بر CERB باید پرداخت بکنن، حالا چطور محاسبه میشه یا چقدرشو باید سعی کنن کنار بذارن برای مالیات. اگر که فکر میکنین که طولانی هستش، میتونیم حالا در برنامه بعدی ازتون بپرسیم. پاسخ با جزئیات طولانی قطعا، ولی من خیلی راحت بگم، خیلی ساده سعی میکنم خیلی کوتاه کنم. یک، حتما مشمول مالیات هست. دو، مثل تمامی درآمدهای دیگه به درآمد سال 2020 هر شخصی که این کمک ها رو دریافت کرده اضافه میشه. ممکنه منابع درآمدی دیگری هم اون شخص داشته باشه تا پایان سال. همه اینها با هم جمع میشه و درآمد مشمول مالیات اون شخص رو تشکیل میده. آخرین جمله هم این هستش که اینطور که من مطلع شدم، خود دولت، خود CRA برای این کمک های دولتی طبق معمول که خیلی‌ها باش آشنا هستن، سلیپ تی فورس صادر خواهد کرد. حالا یا تی فور یا تی فور ای خواهد.
بسیار عالی آقای دولابی، خیلی متشکر که وقتتون رو به ما دادیم. ما با توجه به اینکه زمان برنامه خیلی محدود هست و تقریبا تا 30 ثانیه دیگه تیتراژ پایان برنامه هست، مجبوریم از حضورتون خدافظی بکنیم، ولی قول میگیریم که دوباره بتونیم در خدمتتون باشیم. بسیار عالی، با کمال میل، بسیار خوشحال شدم، ممنون که منو دعوت کردین. عصر همه شنوندگانتون و خودتون بخیر. عصر شما بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. عرض کنم آیه دولابی بودند، کارشناس امور حسابرسی و حسابداری و امور مالیاتی از تورنتو کانادا. امیدوارم که برنامه امروز خوشتون اومده باشه، لذت برده باشین و اطلاعات خوبی رو گرفته باشین. البته یک سوال دیگه هم شنونده عزیز پرسیدم با توجه